مهمان داریم، چه مهمانی، آهنگساز برجسته، هنرمند درجه یک، پرسر و صدا، جناب آقای دکتر پیروز ارجمند. خوش آمدید. خیلی خوش آمدین. متشکرم. مرسی. خیلی خوش آمدین. اگر سلام علیکی هست بفرمایید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، هم شرکت کنندگان در این قسمت و هم مردم عزیز ما که در خانه هاشون بیننده برنامه شما هستن و خود شما هم. خیلی ممنونم. خوشحالم. لطف کردین تشریف آوردین. زمانی که در ارشاد مسئولیت داشتین در زمین موسیقی خیلی پر سر و صدا بودین. کلاً من آدم پر سر صدایی. کلاً آدم پر سر صدایی هستین. از بچگی پر سر و صدا بودین؟ تقریبا بله دیگه. همه به فغان بودن. اون موقع احتمالا ما بیش فعال بودیم، ولی چون اسمشو نمیدونستم میگفتن خیلی بچه شیطونیه. بله. خب دوست دارین این موضوع رو، پر سر و صدا بودن رو؟ نه، حالا اینکه گفتم به طنز بود، نه پر سر و صدا نبودم. من به هر حال چون از اهل موسیقی بودم که در یک منصبی قرار گرفته بودم و کار مدیریتی انجام میدادم، طبیعتا مثل هر آدمی که نسبت به صنف خودش، به کار خودش حساسیتایی داره و دوست داره اون کار با سرعت پیش بره و فکر میکنه که زمان خیلی زیادی برای فعالیت نداره، تلاش من این بود که در فرصت زمان کوتاه به ایدئال‌های بزرگ و آرمان‌های خودم برسم. رسیدیم؟ به بخش زیادش رسیدم. بله بله. چه سالی بود دقیقاً؟ من سال 92 تا 94 در 92 و 94 تا 94. چی شد که استعفا دادی؟ بر این باورم که هر کس در هر منصبی قرار میگیره تا زمانی که میتونه، توانایی داره، شرایط کاری رو داره، باید در اونجا بمونه کار کنه. هرگاه احساس کرد نمیتونه باید استعفا بده، مثل همه کشوری دنیا. منم همین کار کردم. چرا نمیتونستیم؟ عوامل بازدارنده زیاد بود و فکر میکنم حوزه اختیارات ما و مسئولیت هم با هم نمیخوند. ترجیح دادم که برگردم به فضای کاری خودم، آهنگسازی و دانشگاه، و کار خودم انجام بدم، اونجا رو بسپارم به کسانی که احتمالاً میتونن کار کنن، هرچند مشخص شد که ظاهرا بودن من بهتر بود. اما بعضی از چیزا هست اصلا قابل کارشناسی نیست. خواننده‌ای که صداشو با دستگاه درست کرده میاد کارشو میده ارشاد، ما میبینیم که مثلا این درست خونده دیگه. وقتی رو استیج میخونه، وقتی رو استیج میخونه اونجا. حالا ما اینا رو رصد میکردیم، من مجوز بعدیشون رو منوط به اصلاح کاری که قبلش میکردم. به تدریج تعداد زیادی حذف شدن اصلا از این عرصه. خیلی از این خواننده‌های در یه شب از خانواده قهر کرده بودن. این کار شما ولی ادامه پیدا نکرد بعدش؟ نمیدونم. من آنچه که در دور خود من مجوز گرفته دفاع میکنم از اون. یک سیر در واقع اصلاحیه بود و واقعا هم به این کیفیت داشتیم نزدیک میشدیم. تالار وحدت تمام کارهای درجه یک فقط اجرا میشد و جوری شده بود که خواننده ها خودشون مقید بودن، ناظرای میرفتن و در سالن کنسرت کنترل میکردن که اگر خواننده ای داره دستگاه استفاده میکنه کوک کنه صداشو، ما همونجا تذکر میدادیم و در کنسرت های بعدش لغو میشد. از عرصه کنسرت گذاری تعداد زیادی اصلا رفتن کنار چون اینا تکنسین بودن و آره، چون به نظرم این به هر حال هر کسی که یک صدا که چه عرض کنم، یعنی اینکه دوست داره بیاد روی صحنه و بلیت بفروشه و آدم های بیان، یک دستگاه نظارتی باید بگذاره یا نگذاره، یعنی بگه تو اصلا به درد این کار نمیخوری، یعنی مجوز بهش ندن و این اتفاق باید بیفته و کاری که شما داشتید میکردید خیلی با ارزش بوده. بله تقریبا این کار شد و من دفاع میکنم از اون چیزی که داشت. یه سیر تدریجی داشت. من تصور این بود که اگر دو سال دیگه میتونستم دوام بیارم با اون شرایط سختی بود، میتونستم کار خوبی انجام بدم. به هر حال ما کشوری هستیم، فرهنگ کشور چند فرهنگی، با هر چند ما همون تحت یک در واقع فرهنگ مشترک ایرانی و پارسی داریم کار میکنیم، اما به هر حال این چند فرهنگی بودن کارو سخت میکنه. بله. من چیزی نزدیک 120 هزار کیلومتر شخصا رانندگی کردم، تمام شهرهای ایران رفتم، به همه هنرمندا سر زدم، به همه جا مشکلاتشون رسیدگی میکردم، برایند اینها رو میگرفتم و برنامه‌ریزی میکردم و در هر منطقه برنامه‌ریزی میکردیم که چگونه پیش بریم، چه کنسرتی اجرا بشه. تلاش کرده بودین در دورانی که اون سمت رو داشتین برای کوتاه کردن، خودتون فرموده بودین، دست دلال‌ها یا شاید مافیای موسیقی، این چه تعریفی داره؟ شاید براتون جالب باشه. من روز اولی که میرفتم دفترم، یه تعداد آدم توی راهروی دفتر و توی محوطه تالار وحدت ایستاده بودن و منم سلام علیک میکردم، دست میدادم میرفتم تو. آروم آروم کارمندامو داشتم میشناختم و گفتم یه تعدادی هم هستن بیرون، اسم اینا رو به من بگین،
گفتن اینا کارمند نیستن. گفتیم چیه؟ گفت اینا دلالن. در واقع از اون دم در شعر و موسیقی خرید فروش میشد تا به بعد و دیگه آروم آروم با اونم سلام علیکی کردیم. گفتیم خب بیاین اگه واقعا اینقدر توانایی دارین کار رسمی بکنید و درست بکنید. و خب اونا حذف شد، به اتوماسیون راه افتاد و معتقدم که بخش زیادی از این دلالی‌ها حذف شد و خوشبختانه یه آرامش و امنیتی تو این بخش حاکم شد. بله. شما عضو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان واژه‌گزینی موسیقی موسیقی هم بودین. دقیقاً چه کاری انجام می‌شد در این؟ ببینید در همه رشته های سری واژه‌ها هست استفاده میشه و این واژه‌ها از فرهنگ‌های دیگه اومده، عربی، از فرانسه، انگلیسیه. اونهایی که خیلی اختصاصی و مردم باهاشون عادت کردن ما معمولا به اونها دست نمیزنیم. مثلا میگیم ساز پیانو، ساز پیانو، پیانو دست نمیزنیم. ولی بعضی از واژه‌ها میتونه تغییر کنه و اینها متناسب با فرهنگ ایرانی بشه. مثلا فرض کنید ما یک سبک آوازی داریم در اپرا به اسم رسیتاتیو. بله. یعنی خواننده نه آواز میخونه و نه دکلمه است. بین آواز و دکلمه است که ما اسم اینو گذاشتیم گفت آواز، یعنی گفتار و آواز. این چیزی بود که میتونست بیاد و ولی واژه مثلا سازها همه ساز و واژه خودشون تثبیت شد. ولی مردم مثلا به ساز مثلث گفته بود، ساز تامبورین گفته مثلث، مثلا به تریانگل گفته مثلث. ما همونو تثبیت کردیم، گفتیم خب مردم میگن ما همونو تثبیت میکنیم. واژه تخصصی رو در واقع ما اینها رو تغییر میدیم و بعضیش رو تثبیت میکنیم، بعضیش رو واژه‌گزینی فارسی میکنیم. بله. موضوع برنامه امشبمون علمه. آیا موسیقی یک علمه؟ موسیقی علمی ترین هنر هست و در شاخه های بسیار از شاخه های ریاضی و فیزیک از موسیقی در واقع قواعدشون رو گرفتن، مثل لوگاریتم. لوگاریتم، کشف لوگاریتم رو به موسیقی نسبت میدن و موسیقی یک قاعده ریاضی و فیزیک خیلی دقیق داره و کسی که میخواد دانش موسیقی رو بدونه باید بسیاری از علوم دیگر رو به طور خیلی خوب بدونه، حتی دانش ها رو. یعنی یک آهنگساز باید جامعه شناس خوبی باشه، روان شناس خوبی باشه و بتونه از مجموع اینها به گونه‌ای در واقع نگاه و اشراف داشته باشه به موضوع که در اثرش تأثیر خوبی داشته باشه. شما دکتراتون هم در زمینه موسیقی قومی هست؟ بله، موسیقی شناسی اقوام. بله. که من روی موسیقی جنوب ایران کار کردم و خصوصا موسیقی عشایر ایران و به هر حال توی آسیای جنوب شرق، منطقه اندونزی و مالزی، خصوصا شرق مالزی تخصص اصلی من بوده که رو موضوع کار کرده. چند سالتونه؟ من 46 سال. 46 سال، ولی اصلا نمیاد. ما خوبه نه؟ کرمانی هم دیگه تخت بلده. کرمانی هستی؟ بله بله. کرمانی ها اینجوری هم؟ قالیش دیگه دارم. آها، قالی کرمان که میگن، فهمیدم. 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 البته رمز داره آقای مدیری. من خدای لطفی من کرده، شغلم رو دوست دارم، شغلم متناسب با علاقم، این خیلی تأثیر میذاره. دومی که یه شانس بزرگ بودم، حسود نیستم و کینه هم ندارم. آره، این آدم خیلی راحت میکنه. آره. برای آرامش داشتن تلاش هم میکنم پول در بیارم و هم در اینم خیلی راحت. آره. همه چی خوب میشه. علم بهتر است یا ثروت؟ علم به دست آوردن ثروت. آه، چقدر خوب. ازدواج کردین؟ بله کرده بودم. عاشق شدین؟ دوبار. بله بله. دفعه اول چی شد؟ دفعه اول ناکام بودم، دفعه دومم ناکام بودم. من جوان ناکامم. چرا؟ آخه چجوری؟ به یکم برامون میگین؟ عاشق یکی بودم که روم نمیشد بهش بگم و اون همه چی با یکی از دوستای من ازدواج کرد، رفت از ایران خارج. بله. سوختین؟ سوختم، دوگانه سوزم شده. خب چرا نمیگفتین؟ چرا نگفتین؟ من خیلی روحیه شهرستانی داشتم. من از کرمان اومده بودم. حالا بهتون میگم جالبه، من وقتی که از کرمان اومدم دانشگاه تهران رشته موسیقی بخونم، من از اداره زندان ها اومدم، یعنی سرباز اداره زندان ها بودم. هر صبح 30-40 تا زندانی دزد و قاچاقچی آدم کش میدن، به من میگفتن با اینا موسیقی کار کن. من با اینا کار میکردم و یه روزم اعلام کردن که در ندامتگاه کرمان بودم. گفتن که دانشگاه قبول شدی. فردا صبح اومدم سر کلاس دانشگاه نشستم، نمیدونین چه حالی کردم. تمام اساتید درجه 1 و کسانی که دوست داشتم سالها ببینمشون و
ولی روحیه شهرستانی من باعث میشه که هیچ موقع نتونستم به کسی که دوستش داشتم بگم. خجالت یعنی میکشه. خیلی خجالت میکشه. دفعه دوم چی شد؟ دفعه دومم تقریبا به همین شکل ناکام بود. یعنی باز نگفتی؟ بله نگفتم تقریبا ناکام. همین روند رو دارین ادامه میدین؟ دیگه میگن تا سه نشه بازی نشه ولی الان دیگه فکر کنم دیگه عشق پیری است دیگه. چیز کنید دفعه دیگه اگر این اتفاق افتاد یه زنگ به من بگم. بالاخره دلم میخواد براتون یه کاری کرده باشم. خودتون در خلوتتون چه گوش میدین؟ من همه نوع موسیقی گوش میدم ولی موسیقی خوب گوش میدم. به اعتقاد دارم همه ما باید یاد بگیریم موسیقی خوب بشنویم و خوب موسیقی بشنویم. اگه اینو یاد بگیریم خیلی خوب میتونیم از موسیقی استفاده کنیم و همه لحظاتی که بحرانهای روحی و مشکلاتی رو مواجه میشیم باش حل بکنیم. من تقریبا همه نوع موسیقی گوش میدم، موسیقی ملل مختلف، موسیقی پاپ بد ایرانی اصلا گوش نمیدم، اذیت میشم از همین خواننده‌ای شما گفتین و تقریبا زیادم هست، به وفور یافت میشه دیگه الان در این جامعه، گوش نمیدم ولی همه نوع موسیقی دوست دارم، همه رو گوش میدم. توی موسیقی پاپ یعنی کسی نیست که بخواین بگین خوبه و دنبال کنید کارشو؟ خواننده پاپ ایران 4-5 تا هستن که خود من میدونین که آهنگساز فیلم هم سریال 27-28 سال دارم موسیقی کار میکنم، با تقریبا اتفاق خواننده کار کردم و خب به هر حال وقتی با خواننده کار میکنی حتما دوست داری صداشو که کار میکنیم باش. یادمه که یه کارم آقای مدیری قرار بود برام بکنه، یادتون هست کدوم کار؟ ساخت ایران. نه من برسانم سی دی رو براتون. آها قرار بود من بخونم. قرار بود شما بخونید. بعد چی شد یادم؟ بعدش اون تایید کننده بدونی که من بدونم رفتو با یکی یه قرارداد بسته بود. آها خسته نباشید تایید کننده عزیز. قربان. موسیقی فیلم و سریال سالها کار کردم. من حدود 200 تا موسیقی فیلم و سریال تئاتر داشتم. و اولی سفر به چذابه بود. اولین سینمایی بلندم سفر به چذابه بود. بله. یه خاطره بامزه گویا اون فیلم داره. سیامک انصاری گفت چون اون هم در اون فیلم بوده. یه صحنه‌ای داشتیم که این کارگردان و آهنگساز توی استودیو بودن داشتن کار رو ضبط می‌کردن. سیامک هم اومد اونجا. سیامک با کسی دیگری اومده بود. یعنی بله. همراه کسی دیگری بود. اومد اونجا و خدا رحمت کنه رسول ملاقلی پورم قرار بود اون صحنه رو ضبط کنه، یه نفر کم داشتم. سیامک هم گفتن خب تو بیا برو تو ددروم بخون و رفت خوند، آنچنان درخشید در هم. سیامک خوند؟ بله آواز خوند، اون در واقع خوند و درخشید؟ نه باش گفت در واقع اون درخشیدنش تو بازیش درخشید، چون بعدا ما صداگذاری کردیم نگران نباشید. آها بعد جاش بله ما جاش صداگذاری کردیم چون میدونستم قطعاً نمیتونه. و البته جالبه که یه بارم یه خواننده دیگری بود، ما یه کار کودکی بود، اینم اومد خوند، هر چی خوند در نمیومد و بعد میخوند و من گفتم خوبه خوبه من درست میکنم. رفته یکی دیگه خواننده دیگه گفتم اومد و این یادمه که هنوز که هنوز این نوار دستشه به همه میگه من خوندم، نمیدونه خودش نخونده، یکی دیگه من آوردم. عجب. بله سیامک هم بلاسترش موندادیم. یکی دیگه خوند جای سیامک، ولی اینقدر درخشید که توی سریال سفر به چذابم رسول آورد بازی کرد و دیگه وارد عرصه بازیگری شد به طور جدی. بسیار عالی. الان مشغول چه کاری هستی؟ من والا خیلی از موسیقی فیلم و سریال کمی دوری میکنم، بیشتر کار مستقل خودم انجام میدم. 3-4 تا آلبوم دارم که داره منتشر میشه. به هر حال من توی حوزه محیط زیست فعالیت میکنم، جز هنرمنده هنرهای محیطی هستم، سفر میکنم کشور مختلف دنیا و هدف من در واقع بحث زیست محیطیه با استفاده از هنر، که اصلا طرح مهاجرتی داریم، میریم در یک کشور مستقر میشیم، با هنرمندان کشور آثاری رو تولید میکنیم و این آثار در واقع به نوعی کمک میکنه به حفظ محیط زیست. این یکی از دغدغه های اصلی منه و حالا نشنیده بگیرید در حوزه گردشگری هم کمی کار میکنم، چون من رشتم مردم شناسی بوده و طرح‌های بومگردی و توریسم فرهنگی رو در ایران دارم فعال میکنم که اقتصاد هنر ما رونق بگیره. بسیار عالی. چه حسرتی در زمینه کارتون دارین؟ کاری میخواستید بکنید خیلی مهم که نشد و جدا شدین از حالا سیستم موسیقی کشور؟ در زمان که مدیر بودم؟ بله. ببینید من معتقدم هنرمندا 3 چیزو خیلی میخوان. در وهله اول احترام و اعتماد، بعدش تأمین اجتماعی و مسائل مالی، چون بعدش مسائل بعدی و ثانوی است. یعنی در وهله اول من اون چیزی که برام مهم بود این بود که کرامت و شأن هنرمند آنچنان که شایسته هست مثل هر صنف دیگه رعایت بشه. این اصلی بود که من بهش اعتقاد داشتم، سعی کردم در کار خودم رعایت کنم و دوست داشتم این باور رو به بقیه مردم کشورمون هم بدم. مردم مشکلی ندارن، مردم واقعا به هنرمندان احترام میذارن، هر جا که میرن احترام میذارن، بهشون محبت میکنن و کرامتشون برقراره. من از اینکه نتونستم بیشتر در اونجا بمونم و اون آرمانهای خودم رو در حوزه
مدیریت خودم پیش ببرم. از همین جهت متاسفم، خیلی برنامه بود. خوشبختانه ارکستر سمفونیک تهران رو تأسیس کردم خیلی زود، زودتر از اون چیزی که تصور می‌کردم. ارکستر موسیقی ملی رو تأسیس کردم، بخش موسیقی نواحی ایران رو مجدداً جشنواره‌اش احیا کردم و سراهای موسیقی محلی احیا شد. دوست داشتم برای موسیقی محلی و سنتی این کشور کاری بکنم، چون موسیقی محلی ایران با وجود چند هزار موسیقیدانی که داره بسیار مهجور و بسیار ستم دیده است، یعنی واقعا آنچنان که شاید و باید قدرش دانسته نشده. دوست داشتم میتونستم بیشتر براش کاری انجام بدم، اما من بودم و یک جیب خالی و اختیارات محدود که نمیتونستم کاری بکنم. عجب. سوال آخر که از همه میپرسم، احساس خوشبختی دارین عمیقا؟ من خیلی خوشبختم، بله، به هر حال هم سالم هستم، فرزند خیلی خوبی دارم، دوستان خوبی دارم، خانواده و فامیل خیلی خوبی دارم و شغلم رو دوست دارم. در ایران زندگی میکنم، یک ایرانی هستم، یه روستایی زاده هستم. من در یک روستایی در کرمان به دنیا اومدم، پدرم معلم بود و اینکه بالاخره با حقوق معلمی و با تلاش خودم تونستم بدون هیچ پشتوانه‌ای، بدون هیچ رانتی، بدون هیچ در آنچه که فکر میکردم میتونم به کشورم خدمت بکنم. من بزرگترین احساس خوشبختی اینه که واقعا بهتون میگم، این رو از صمیم قلب میگم، اینکه خدا به من این لطف رو کرده که اجازه داد من مردم کشورم خدمت کنم. بسیار عالی، بسیار عالی. به موزه دور همی چی میدین؟ یه تابلوی آوردم براتون، تابلو خوشنویسی هست از آقای رادکو و بخشی از اون شعر مرغ سحر ناله سر. به، خیلی ممنونم. بسیار. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. با فوق العاده است. خیلی متشکرم. اینو حتما من باید بدم به موزمون. شما اینو بدید موزه، یه دونه دیگه تو ماشین هست، من برای شما گذاشتم. خدا. بله. قربونتون. بله. خیلی ممنونم. و اون موضوعش عشقه، همون کاری با برای من انجام بدیم بعد. قربونتون. بله. خیلی ممنونم. خیلی لطف کردید. خیلی متشکرم. خبر شما نداشتم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم اول سلامت باشین، بدرخشید و بهترین آرزوها رو دارم براتون. من برای شما همینجور. خیلی ممنون. قربونت باشم. خیلی ممنون. متشکرم. مرسی از شما. خیلی لطف. پایزت. مرسی.